آن که بی شعله کشد شعله به جانم وطن است، که شود خاک درش جسم و روانم وطن است. آن که در پای غمش بگذرم از دار و ندار، دهمش باقی این عمر گرانم وطن است. عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما هموطنان عزیزم در جای جای کره خاکی. شهبود امیری هستم، پنجشنبه دیگر در خدمت شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. امروز 1 یونیه 2023 پنجشنبه، مصادف با 11 خرداد ماه 1402 خورشیدی و 7761 میترایی، برابر با 2582 شاهنشاهی. من فکر میکنم ما تنها کشور دنیا هستیم که با تاریخ‌های متفاوت میتونیم حداقل این رو به رخ دنیا بکشیم که ما چه تاریخ بزرگی داریم. نشود تا که ز بیداد رها میهن ما ننگ بر من، چو بگویم که جهانم وطن است. همونطور که اطلاع دارید هموطنان عزیزم، در یکی دو هفته گذشته ما اتفاقات وقایع بسیار زیادی در مرزهای خودمون، در شمال غربی مرز خودمون، با کشور دوست و همسایه و همزبان خودمون افغانستان یا همون آریانای سابق، متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلط حکومت اسلامی و همچنین طالبان، حکومتی که به دست خودم، همه دنیا می‌دونن به دست چه کسانی طالبان درست شد و چگونه صاحب و یا تونستن افغانستان رو بگیرن و به اون کشور کهن حکومت کنن. اما صحبت ما از تاریخ اون کشور نیست، صحبت ما امروز از اتفاقات و وقایعی هستش که در عرض 1-2 هفته گذشته ما شاهدش بودیم. خب میدونیم رسانه‌های دنیا در این رابطه میتونم بگم تقریبا سکوت کردن. هر گونه اتفاق اینجا بوده، رسانه‌های بین‌المللی در این زمینه آنچنانی که باید صحبت نکردن. فقط در کشور خودمون صحبت بوده، در افغانستان صحبت بوده، در دنیای مجازی بسیار میتونم بگم کلیپ‌های اومده. پروپاگاندای رسانه‌ای هم این وسط نقش بسزایی داشتن، از حملات ساختگی طالبان به ایران، از دفاع ایران یا حمله متقابل ایران به مرزهای افغانستان و و از این مسائل ما زیاد شنیدیم و دیدیم. امروز در همین رابطه طبق هر پنجشنبه در خدمت پروفسور آقای پروفسور امیر احمدی عزیز در کشور آمریکا و همچنین جناب آقای دکتر بهمن جلدی در کانادا هستیم. سه نقطه متفاوت کره خاکی با 3 ساعت متفاوت. فکر میکنم الان ساعت در کانادا اگه اشتباه نکنم الان باید طرفهای ظهر باشه و در آمریکا باید بعد از ظهر باشه. به هر حال عرض ادب دارم خدمت هر دو عزیز فرهیخته. جناب پروفسور امیر احمدی عزیز با شما شروع کنم. عرض ادب بود. با عرض سلام خدمت شما آقای امیری و خدمت آقای دکتر جلدی و برای مردم ایران، برای همه تون بهترین ها را آرزو میکنم. به منتظر یه گفتگوی خوب هستم. خیلی سپاسگزارم. همچنین از آقای معاون تجهیزم سپاسگزاری میکنم به خاطر این تصویر بسیار خوبی که از این دو عزیز دارم. جناب دکتر جدی نازنین، درود بر شما قربان. با درود های ایران دوستانه خدمت شما جناب آقای امیری، مهمان محترم برنامه آقای پروفسور امیر احمدی، تمام بینندگان عزیز این برنامه در هر کجای این سرزمین پهناور ایران و یا در خارج از ایران تشریف دارن و بندم به نوبه خودم از زحمات های تشریفی واقعا قدردانی میکنم. من فکر میکنم که آره بله الان تصویر من اومد. آقای پروفسور امیر احمدی عزیز، اجازه بدید من به خاطر اینکه در هفته‌های گذشته من دیدم شما بسیار در این رابطه پرتوان هستید و خب مطالعات زیاد داشتید، ارتباطات زیادی هم در این زمینه داشتید، تماس‌های بسیار مطمئن هستم داری و دیروز هم در کلاب هاوس همچنین یوتیوب شما برنامه‌ای در این زمینه داشتید، که میخوام اگر ممکنه من
در اصل 5 سوال رو برای برنامه امروز آماده کردم. 5 سوالی که دوست دارم که در این زمینه با شما دو عزیز گفتگو بکنم. اجازه بدید از سوال اول شروع بکنم. چرا امریکا بعد از 20 سال نیروهای نظامی خودش رو از افغانستان خارج کرد؟ این سوال اوله. حالا اگه دوست دارید من همه سوالا رو بگم بعد در مورد چکیکی صحبت کنیم، یا از این سوال شروع کنیم آقای دکتر؟ الان میخواید یکی یکی جواب بدیم؟ یعنی الان صحبت سوال اول، حالا امریکا خب 20 و چند سال در افغانستان موند و کلی هزینه کرد و یه دولتی رو هم سر کار گذاشت که بسیار فاسد و بد بود و هدف سازندگی کشور رو نداشت جز دزدی و جیب پرکنی، کاری نکردن، مثل مخصوصا این دولت اشرف غنی. و همزمان هم خب مردم امریکا هرچی بیشتر نسبت به جنگ در افغانستان حساس شدن، به عنوان اصطلاح طولانی ترین جنگ امریکا به حساب می اومد و همه داد از این داشتن که بالاخره باید چه کار بکنیم با این جریان. من فکر میکنم که خب این مقدار درماندگی خود امریکا، یه مقدار ناتوانی دولتی که اونجا گذاشته بود، مقدار فساد و بالاخره خب به هر حال امریکا یه دولت اشغالگر بود در افغانستان. افغانستان رو به این بهانه که مثلا طالبان القاعده رو اونجا قرار داده بود، به اون القاعده برجای دوقلوی امریکا رو به اصطلاح منفجر کرده بودن، در اون چارچوب حمله کرد. به هر حال در تحلیل نهایی به نظر من امریکا رفته بود به عنوان یه دولت اشغالگر، نه به عنوان یه دولتی که بخواد کاری برای مردم افغانستان بکنه، توسعه بده کشور رو یا ایجاد دموکراسی به جامعه سالم درست کنه. و خب با اون برنامه اشغالگری و بیتوجهی به وضعیتی که در افغانستان ایجاد شده بود و این فساد دولت و اینا، مجموعه این هم امریکایی ها رو در امریکا و در مناطق نزدیک به منطقه اصلا نگران و ناراحت کرده بود و هم مردم افغانستان رو هرچی بیشتر علیه امریکا و دولت امریکا به اصطلاح در افغانستان شورونده بود. اینا با اینکه یک ارتش مثلا 300,000 نفری ساخته بودن مقابل 70,000 تا پابرهنه طالبانی تسلیم شدن. این در واقع میخوام عرض کنم که امریکا یک دولت پوشالی درست کرده بود و اصولا دولت های اشغالگر همین نوع دولت های پوشالی درست می کنن. دولت های مردمی نیستن، دزد و دغل و مجموعه اینا باعث شد که امریکا مجبور بشه منطقه را ترک کنه. البته با شرایطی ترک کرد که ما در موردش بعد صحبت خواهیم کرد. بله جناب دکتر جلدی عزیز، بسیار سوال خوب. بله استعدام میکنم. خواهش میکنم، میخواستم مجدداً سوال رو بخونم. ولی خب چرا امریکا بعد از 20 سال نیروهای نظامی خود از افغانستان خارج کرد؟ نظر شما رو میشنم. من این رو فقط میخواستم اضافه بکنم بر صحبتهای آقای پروفسور امیر احمدی که فقط امریکا در اونجا حضور نداشت. میدونید امریکا به همراه متحدینش وارد افغانستان شد، در عراق شاید تنها ماند، ولی در افغانستان امریکا به همراه تمامی نیروهای نیتو در اونجا حضور پیدا کرد، از جمله کشور کانادا، یکی از کشورهایی بود که یک پادگان بسیار بزرگی در اونجا برای نیروهای کانادایی ساخت، اولین نیروی خارجی که در خاک افغانستان جدای از نیروهای امریکایی سربازانش کشته شدن نیروی نظامی کانادا بود.
و تعداد زیادی از مردان و زنان نظامی کانادا در افغانستان جان خودشون را از دست دادند و یا دچار نقص عضو شدند و یا زخمی شدند. تعداد زیادی بعد از برگشت دچار بیماری های بعد از جنگ هستند که در اصطلاح بهشون میگن Post Traumatic Stress Disorder یا PTSD. و در قالب نیروهای غیر امریکایی وزارت‌های دفاع این نیروها سازمان‌های اطلاعات نظامی خودشون رو دارن و این سازمان‌های اطلاعات نظامی یکی از وظایفشون ارزیابی سالیانه نتیجه فعالیت حضور نیروهای نظامیشون در اون منطقه است بر اساس اون استراتژی که در ابتدا براشون تنظیم شده. یعنی اینها یک دستور عملی دارن و بر اساس اون دستور عمل باید وظایفشون رو تعریف بکنن و بعد براش برنامه ریزی بکنن. ببینید گزارش نظامی، گزارش اطلاعات نظامی ارتش کانادا یا وزارت دفاع کانادا یک سال قبل از خروج نیروهای نظامی از افغانستان حاکی از این بود که عملا تمام اون اهدافی رو که در سالهای 2001 تا 2003 یعنی دو سال ابتدایی جنگ بعد از اینکه طالبان رو فراری دادن و بعد افغانستان رو به دست گرفتن، دو سال هم طول کشید که در اونجا اصلا زیر پایه‌های تشکیل یه دولت ملی رو تشکیل بدن. از سال 2003 به بعد اینها برنامه‌های توسعه اقتصادی تعریف کردن، برنامه‌های توسعه فرهنگی و برنامه‌های توسعه آموزشی تعریف کردن برای کشور افغانستان. اینها هیچ کدوم به اون نتیجه مقبول نرسیده. یعنی نه اینکه بی نتیجه بوده، نه نتایجی داشته. ولی آیا نتیجهش در قبال اون هزینه هایی که هر کدوم از این کشورها، مثلا کشور کانادا هزینه زیادی در مورد آموزش قضات افغانستان به خصوص زن، یعنی قضات زن در افغانستان در توسط نیروهای آموزشی کانادا اینها آموزش و تعلیم دیدن، بسیارشون هم توسط امریکایی‌ها، اینها به اون نتیجه مقبول نرسیدن و در نتیجه واقعا نیروهای نظامی یک مشکل دیگری هم که داشتند برخوردشون با مردم افغانستان بود به دو جهت. وهله نخستین که مردم افغانستان، اینها واقعیت هایی است که واقعا در جایی در موردش گفته نمیشه، چون صحبت در مورد این مسائل برای شما فالوور نمیاره، این اتفاقا از باب بالا رفتن محبوبیت شما هم نمیشه، این شاید یه مقدار تاثیر منفی هم رو شما بذاره، برای همین کسی در موردش صحبت نمیکنه، نه در بین فارسی زبان ها یا غیر فارسی زبان ها. من حتی نمیبینم در مجامع رسمی مثلا کارشناسان نظامی کانادا غیر نظامی کانادا در این مسائل صحبت بکنه، ولی در صحبت های دوستانه مسئله همیشه مطرح میشه که مردم افغانستان هیچ گونه تمایلی به تغییر فرهنگ و وارد شدن به قرن 21 نداشتن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که نیروهای نظامی کانادا در افغانستان به خصوص در شهرهایی که در اونجا اسکان پیدا کرده بودند و پادگان داشتن این بود که جلوی تجاوز به پسر بچگان افغان رو در ملای عام، در روز روشن، در بازار و مسجد و خیابون توسط مردان افغانی یا پیرمردان افغانی بگیره، که عملا دستور عمل محرمانه صادر شده بود که نیروهای نظامی کانادا به هیچ عنوان حق مداخله در مسائل کیفری در داخل خاک افغانستان رو نداره. یعنی اگر یه مردی داره زنش رو با لگد میزنه، شما حق نداری بهش حتی متوقفش بکنی. اگر شما میبینی یه پیرمرد افغانی یه پسر بچه افغانی رو داره بهش تجاوز میکنه پشت مغازش، شما حق نداری به این هیچ گونه تذکری بدی. شما باید فقط در قبال حمله های تروریستی در اونجا فعالیت خودت رو
تعریف بکنی. خب این یه تاثیر بسیار منفی روی روحیه نیروهای نظامی خارجی گذاشته بود، چون نیروهای خارجی مثلا کانادا هدفشون این بود که در اونجا واقعا میخواستن به توسعه و آبادانی کمک بکنن. و نمونه دیگر توسعه آبادانی در مورد کشاورزی بود. واقعا نیروهای کانادایی میخواستن در اونجا، نه نیروهای نظامی، حتی نیروهای شخصی که رفته بودن در اونجا، این کمیته های عام المنفعه که رفته بودن در افغانستان، میخواستن واقعا به کشاورزی افغانستان کمک بکنن. عملا مردم محلی نمیخواستن که دست از کشت خشخاش بردارن. یعنی یه مقداری این مسئله رو باید توجه داشت که همه چیز به گردن امریکا نیست. یه مقداری خود اون ملت افغانستان، این دیگه ایش ارتباطی به طالبان یا نمیدونم به نخست وزیرشون یا به رئیس جمهورشون که دوست بود دیگه نداره. یعنی ملت افغانستان هم یه مقدار خودش باید به خودش کمک بکنه. یعنی شما فقط به کسی میتونید کمک بکنید که بخواد بهش کمک بشه. اگه یه عده‌ای نمیخوام بهشون کمک بشه، شما به زور کسی رو نمیتونید بهش کمک بکنید. این نکته اساسی بود که تاثیر بسزایی روی روحیه و همینطور اصلا تعریف این که در اونجا این نیروهای خارجی چیکار میکنن داشت. اونها واقعا میخواستن خارج بشن. در کنارش امریکا هم واقعا از زمان آقای ترامپ که بسیار سیاست خارجی رو دوباره باز تعریف داشت میکرد به زمان مونرو، که ما اصولا به خارج از امریکا چرا ما نیروی نظامی میفرستیم. یعنی برخلاف همه چیزی که اون زمان تو جمهوری اسلامی میگفتن، ترامپ اومده که به ایران حمله بکنه. من میشه بایدم ترامپ اتفاقا تنها کسی که اومده اصلا به ایران حمله نکنه. ترامپ نمیخواد اصلا نیروی نظامی در هیچ جا داشته باشه و تنها کشوری که دشمن امریکا میشناسه چینی ها هستن، اونم به لحاظ اقتصادی، حتی با چینی هم نمیخواد جنگ بکنه. خب این مذاکرات با طالبان آغاز شد و نتیجهش هم در نهایت مذاکرات محرمانه و طرح خیانت آمیز آقای بایدن بود که علیرغم تمام تذکراتی که بهش داده شده بود اگر نیروهای امریکایی همه از افغانستان خارج بشن، مطمئنا نیروهای ارتش ملی افغانستان اینا چون اون روحیه ملی بودن رو ندارن و بسیاری از اینا فقط روی کاغذه، اصلا این نیروها وجود خارجی نداره و بسیاری از خود جنرال های امریکایی هم در این هم دخیل بودن. یعنی من نمیپذیرم که مثلا بزرگترین سازمان اطلاعاتی امریکا که سازمان اطلاعات نظامی امریکاست، یعنی سازمان اطلاعات نظامی پنتاگون بزرگتر از تمام CIA و FBI و NSA همه با هم، بزرگترین نیروی اطلاعاتی امریکاست سازمان اطلاعاتی پنتاگون. اینها خبر نداشتن که مثلا 120,000 تا از این افرادی که براشون حقوق میفرستن اصلا رو کاغذه، این اصلا آدم وجود خارجی نداره. معلومه که بین خودشون هم پولا تقسیم میشده، امریکایی ها جنرالاشون هم در این میون پولی دریافت میکرد. به هر صورت این نتیجه در نهایت باعث میشه که جلوی همه این آبروریزی ها و این مشکلات با متحدینشون رو هم بگیرن و برنامه بلند مدتی هم که اصولا اصلا دموکرات ها داشتن نیروهاشون از خاک افغانستان خارج کرد. بله من نمیدم، من عرض کنم حضورتون که صحبت های آقای جلدی خوبه، خیلی عالی بود. اولا خب یادمون باید باشه که امریکا یا کانادا یا هر کشور دیگری به افغانستان نرفت که توسعه ایجاد کنه، اونجا رفتن که طالبان رو بزنن، برای اینکه طالبان مثلا با القاعده کار میکرد و بعد برن القاعده رو از بین ببرن. یعنی مأموریت امریکا، کانادا و کشورهای دیگه و ارتش اونها این بود که اون کار رو انجام بدن. و تصادفاً در اون کار هم به نظر من شکست خوردن، اصلا مأموریت توسعه نداشتن. و اما خب در همین حال هم اینا وقتی که اونجا بودن تصمیم گرفتن یه دولتی درست کنم که عرض کردم یه دولت فاسد مزدوری درست کردن که هر چی رو که هم پول بود و برای توسعه بود و برای هر کار دیگری رو خودشون با
ایادیشون و با ایادی خارجیشون خوردن. معناش این نیست که خود سربازای ایران امریکایی یا کانادایی هم رفته بودن که کارهای بد بکنن اونجا. حرف آقای جلدی درسته، اونا به هر حال انسان‌های درستی هستن، فهمیده‌ای بودن، دلشون می‌سوخت، گفتن حالا که اینجا هستیم یه کمک بکنیم. وقتی که رفتن اونجا دیدن داستان متفاوته، یعنی اصلا ستاپ اونجا یک چیز دیگریه. هدف توسعه نیست، هدف دموکراسی نیست، هدف دولت ملی نیست، هدف اینه که تروریست‌ها رو داغون کنن، اونجا رو نگه دارن و همزمان یه ده بزنسمن امریکایی و کانادایی و غیره هم افتادن به جون این پولا در کنار جنرال ها بود، در کنار خود دزدا و دغل های افغانستان یک وضعیتی درست کردن که در تحلیل نهایی این مردم بریدن از این دولت دست نشانده و اشغالگر. ولی یک چیزی هم بگم، خب حرف آقای جلدی درسته که به حال در تحلیل نهایی مردم هم مقصرن، بیشتری شکی نداره. این برای ایران هم همینجوریه، ما تو ایران هم میتونیم بگیم مردم مقصرن که در قرن 21 یه روحانی باید رهبر ما باشه، یه روحانی دیگه رئیس جمهور ما. یه واقعیت ماست، یعنی چیزی متفاوت از افغانستان بسید که نداریم، ما خیلی شبیه اونیم. و آقای دکتر امیر احمدی عزیز، ولی در تحلیل نهایی میخوام اینه بگم که درسته که مردم مقصرن، ولی کشورها رو مردم نمیسازن، کشورها رو رهبران میسازن. رهبر خوب داشته باشی ساخته میشه، رهبر خوب داشته باشی بدترین مردم بهترین مردم خواهند شد، یواش یواش. متاسفانه با رهبری مشکل. من در عزم از بینندگان عزیز، همچنین از جناب دکتر جلدی عزیز و همچنین آقای امیر احمدی پوزش میخوام یه چند دقیقه. من متاسفانه تصویرم مکس کرد، تصویر شما را از آن نداشتم، ولی فقط صدا داشتم. در راستای فرمایشات جناب آقای دکتر جلدی که فرمودن کانادا در اونجا یه پایگاه بسیار عظیم و بزرگی درست کرده بود، این میدونید که بزرگترین مدرسه یا کالج تعلیم پلیس داخلی کشور افغانستان دست آلمانی ها بود و میدونید که بیش از 18,000 پلیس در 8 سال حضور آلمان ها در اونجا تعلیم دیده. من تعجب میکنم این 18,000 پلیس چه آموختن توی این 8 سال که الان همه سربازهای ولایت طالبان شده. من واقعا تعجب میکنم، این یکی از عجایب کشوریست این افغانستان. سوال دوم من جناب دکتر جلدی عزیز میخوام اگه لطف کنید شما از شما شروع کنم. چرا اروپا، کشورهای اروپایی تا تقریبا تا حدود آمریکایی سریعا طالبان رو به رسمیت شناختن و آماده گفتگو با این حکومت تا دندان مسلح و خب میدونیم توتالیتر مذهبی، چجوری شد که به این صورت به رسمیت شناخته شد؟ من فکر میکنم که شما منظورتون این هست که چگونه به صورت دو فکتو به صورت عملی با اینها همکاری میکنن ولی به لحاظ روابط رسمی دیپلماتیک اینها رو به رسمیت نشناختن. در مورد اون مسئله آلمان ها که گفتید، من عرض کنم حدود 13 تا کشور در افغانستان وجود اونجا حضور داشت، فقط کانادا و آلمان نبود، 13 تا کشور در اونجا حضور داشت. در مورد صحبت آقای پروفسور امیر احمدی من تاکید میکنم دقیقا هدف اولیه این بود که طالبان به خاطر همکاریشون با القاعده سرنگون بکنن. حتی بهش 72 ساعت وقت دادن که رهبر القاعده رو تحویل بده و بهش حمله نکنن و اون ملا عمر گفت که ما نمیدونم مسلمون ها ابدا همچین کاری نمی کنیم، ما قسم به قرآن خوردیم و اینا. اینا گفت ما پس قرآن تو بگی سرت ما اومدیم و هدف همون بود. ولی عرض میکنم 2 سال بعد از پایان جنگ، از 2003 چون حمله 2001 صورت گرفت، 2003 برنامه های توسعه شروع شد، به تدوین شدن برای افغانستان و این کارها، ولی نتیجهش خب واقعا همونی است که آقای دکتر امیر احمدی توضیح داده. ببینید هم دولت جمهوری اسلامی
من خیلی خوشحال هستم که از آخرین برنامه‌ای که خدمت آقای دکتر امیر احمدی من بودم و این رو من واقعا از سر ناخوشنودی عرض کردم که من درک نمی‌کنم چرا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کلید در سفارت رو از دیپلمات‌های جمهوری ملی افغانستان تحویل می‌گیره به زور و بعد تحویل 4 تا فرستاده یک گروه تروریست میکنه و در اونجا جشن هم میگیرن. خوشبختانه ما دیدیم که همین هفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رسماً ببینید صحبت‌های رسمی با صحبت‌های تو تلویزیون، صحبت تو نماز جمعه، صحبت تو روزنامه اینا فرق میکنه. ایشون به صورت رسمی، یعنی وقتی وزیر امور خارجه حرفی میزنه این جنبه رسمی داره. وزارت امور خارجه در قبال صحبت وزیر امور خارجه بیانیه بعد صادر میکنه یا در وبسایت وزارت خارجه اون کشور قرار میگیره. ایشون رسما اعلام کرد که ما گروه طالبان رو به عنوان دولت و حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسیم. من فکر میکنم تنها و بهترین عملی که تا کنون از زمان روی کار آمدن طالبان، نه از زمانی که این مسئله آب به وجود آمده که هم قبلش هم در مورد عملیات القاعده در خراسان بود، صحبت القاعده خراسان رو میکردن، خراسان بزرگ و امارات خراسان، یا این مسئله که اسباب این شد که دو نفر از مرزبانان ایرانی جانشون از دست بدن، که من واقعا از همین شد واقعا همدردی میکنم با خانواده این عزیزان و همینطور با نیروهای نظامی ایران که از هملباسی های خودشون، از همکاران خودشون رو برای حفظ مرزهای ایران این گونه از دست دادن. تنها کار درستی که جمهوری اسلامی انجام داد اینه که رسما این رو اعلام کرد که طالبان رو به رسمیت نمیشناسه. این خیلی امر مهمی. کشورهای دیگه هم به همین ترتیب هیچ کدوم طالبان رو به رسمیت نمیشناسن. اصولا تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها محلی در دنیا به جز اون امارات متحده عربی و قطر که از اینا اصلا ورژن دوم طالبان رو تشکیل دادن، تو این طالبانی که الان این شما میبینید با اون طالبان 2001 فرق میکنه. این طالبان ورژن دویه که قطر و امارات متحده عربی هزینه هاشو دادن آموزشش دادن. اون ورژن اول اونی بود که عربستان سعودی آموزششونو میداد. این طالبان جدید اونه که تو مدارس حقانی پاکستان با پول قطر و اون معلم ها یا مله های قطر در اونجا آموزش دیدن. اینها به جز در این دو کشور تنها جای دیگه دنیایی که اینها رو به صورت بالا غیر رسمی حتی اجازه دادن برن سفارتخونه رو به دست بگیرن جمهوری اسلامی بود. هیچ جای دنیا شما نمیبینید اینا حق داشته باشن پاشونه تو سفارت جمهوری ملی افغانستان بذارن. همچنین سفارت دست دیپلومات های دولت قبلی افغانستان. بنابراین من ندیدم که واقعا به صورت رسمی کسی طالبان رو به رسمیت شناخته باشه. ولی صحیح میفرمایید، به هر صورت اینها یک گروه تروریستی هستن که قدرت رو و کنترل اداره امور مملکت افغانستان را در دست دارن و سایر کشورها ناگزیر هستند برای برطرف کردن مسائل متعددی که دارن به نحوی با اینها همکاری داشته باشن. ولی این همکاری ها به صورت دو فکتو هست اما به صورت رسمی نیست. حتی پاکستان اینها رو به رسمیت نشناخته. ما میدونیم که اون سازمان اطلاعات نظامی پاکستان اصلا تمام امورات اینا رو برطرف میکنه، حتی در مورد مسائل ایران هست. حالا ای دکتر امیر احمدی من میدونم اشاره میکنن بسیار نفوذ زیادی داره در این مسائل درگیری مرزی با ایران و این مشکلاتی که ما داریم. دوستان اینو توجه داشته باشین، فقط طالبان نیستن. این طالبان یه چیز مثل حزب الله، حزب الله خودش نیست، یه چیزی پشت سر حزب الله بهش میگه چیکار بکن. شما طالبان هر وقت میخوای صحبت بکنید فکر بکنید که دارید در مورد حزب الله لبنان صحبت میکنید، یه چیز دیگه پشت سرشه و اینا فقط به صورت نیابتی عمل میکنن. آقای دکتر امیر احمدی عزیز، بله عرض کنم که خب آقای جلدی درست میگن، هیچ کشوری
طالبان به رسمیت نشناخته، طالبان عضو سازمان ملل نیست، هنوزم اصطلاح صندلی افغانستان سازمان ملل تحویل یونان داده نشده و اینا. خب یه نیرویی هستند که به قول دی فاکتو به اصطلاح اونجا یه کنترلی دارن، کشورهای مثل ایران و بقیه دارن با نهای همکاری های به اصطلاح شاید هم از روی ناچاری و یا بر اساس یک سری نگرانی های امنیتی و غیره دارن خب کار میکنن. یه نکته خیلی مهمی رو که بگم، به دلیلی رو که افغانستان به رسمیت، یعنی طالبان در افغانستان به صورت دولت به رسمیت شناخته نشده، برای اینکه طالبان واقعا تقریبا یه چیزی شاید بیشتر از 60% افغانستان رو کنترل میکنه، تمام افغانستان رو کنترل نمیکنه. افغانستان هنوزم یک نیروی بسیار قدرتمند مثل مبارز مقاوم داره و از طرف دیگه مردم افغانستان تمام اون نیروهایی که در اون 20 سال یادم میشه 20 سال یه نسل اصلا یه نسل افغانی به وجود اومده که اصلا هیچ شباهتی به طالبان نداره. این جوانایی که مثلا الان 30-40 سالشون 30-35 سالشونه یا 20-15 سالشونه واقعا متفاوتن. اینا جوانایی هستند که در دولت امریکا بزرگ شدن و رشد کردن و اینا. افغانستان مشکل زیادی برای کنترل کشور افغان که طالبان مشکل بزرگی برای کنترل افغانستان داره، ولی خب در همین حال هم نیروهای مخالف طالبان سازمان یافته نیستن، متاسفانه به اصطلاح حمایت نمیشن از طرف بیرون. به دلیل هم که حمایت نمیشن برای اینی که خب احساسشون اینه که این افغانستان به قول خودشون امریکایی ها اروپایی ها همه که آقا این افغانستان یه مردابه، یه منجلابه، یه فاضلابه و هر کی بره توش توی این جریان گیر میفته. و بعدم انگار که این آقایون طالبان ها یه قوغنوسی هن که شکست ناپذیر هن و اگر هم بزنیشون از خاکسترشون میان بالا و از این مزخرفات. به هر حال یک سری توجیهات فراهم کرده برای بیعملی خودشون نسبت به طالبان. ایران هم همین کار رو داره میکنه، اروپا هم داره همین کار رو میکنه، خود امریکا هم داره همین کار رو میکنه. یعنی به یک شکلی طالبان تونسته خودشو به قول امریکایی ها اینونسیبل جا بزنه، شکست ناپذیر، نمیدونم قوغنوسی از این حرفا. و افغانستان هم یه منجلابه که مال شوروی هم بود، منجلاب همه جا. واقعیت این نیست، حالا ما در موردش بعداً صحبت میکنیم. و این باعث شده که متاسفانه مخالفین طالبان حمایت نشن ازش و در همین حال طالبان خودش هم تو فضا تو هوا وسلا گیر کنه. نه دولت افغانستان داره و یه کار مهمی اونجا داره میکنه و نه ساپورت خارجی رو داره. و در این وسط هم یک مشکلی که پیش اومده اینه که این طالبان یه قرار و مداری با امریکا گذاشت وقتی که امریکا میخواست از اونجا بیاد بیرون که زیر همه اینا رو زد که نمیدونم تروریست‌ها دوباره بر نگردن اونجا، که دولت ملی درست بکنن، که مسئله زن رو بر نگردونن به طالبان قبل از 2001 و نمیدونم حقوق بشر و از این حرفا. طالبان زیر همه رو زده، یعنی هم تروریست ها برگشتن اونجا، هم دولت بسیار به اصطلاح با چیزی معدودی درست کرده فقط از خودشون و عمدتاً از پشتوها، حتی دولت غیر پشتو خیلی کم تعدادشون همشون پشتوها هستن که در مجموع 30% هم مردم افغانستان هستن، بعد هم پشتون ها. ولی از اون طرف هم خب مسائل زن و هرچی بیشتر حتی بذارم بدتر است زمان قبل از 2001 میکنن. محدودیت هایی که روی زنها گذاشتن برای کار، برای دخترها، برای جوانها، هم در دانشگاه و هم در مدارس متوسطه، یعنی یک وضعیت اسفناکی رو این نیرو در
افغانستان حاکم کرده اقلیبینی آیه پروفسور امیر احمدی، من امروز مطلبی رو در این رابطه در دنیای مجازی میخوندم که فردی ادعا کرده بود که ایران در این راستا باخت و بد جور هم باخت، به این صورت که ایران در این چند سال با حمایت خودش از طالبان فکر میکرد که میتونه توسط طالبان آمریکا رو شکست بده و از بین ببره، ولی الان میبینیم که همین طالبانی که 20 سال که الان شما فرمودید خودش یک نسل است، در جنگ های متفاوت آب دیده شده، برزیده و با مهارت کامل و الان با سلاح های بسیار پیشرفته امریکایی چشم حتی به گوشه از کشور ما ایران داره و اینجا اون نقطه یه که ادعا میکنه که ایران باخته. آیا شما هم چی نظری دارید؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی میزانش، معیارش این که امریکا چقدر صدمه ببینه یا نبینه. اگه صدمه ببینه جمهوری اسلامی سیاست خارجیش موفق بوده و دشمن منم دوست منه به اصطلاح. ولی خب در مورد طالبان ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم باخت یعنی هم امریکا باخت، واقعیت اینه که امریکا باخت و هم جمهوری اسلامی بازنده است. اما یه چیزی هم بگم خدمتتون، خود امریکایی‌ها و جمهوری اسلامی و دنیا فکرشون در مورد طالبان یه فکر بسیار محدود و اغراق نکنم احمقانه بود، به این معنا که اینا فکر میکردن این طالبان الان با اون طالبان به قول آقای دکتر جردی مثل ورژن اول یکی نیستن، اصلا این طالبان فرق کرده، این عالی مدت مبارزه کرده، دنیا دیده، قیافهشون تر تمیزتره، یه مقدار اینجاهای ریششون رو میزنن، این زیرش هم یه ذره تمیز میکنن خیلی بو نمیدن بعضی موقع یه عطری هم میزنن. اینا یک درک بسیار بسیار ساده و احمقانه نه فقط امریکایی‌ها که جمهوری اسلامی هم از اینا داشت. جمهوری اسلامی خیلی روشن به مردم ایران میگو و همه، من جمله خدا آقای دکتر ظریف که مثلا دیگه خیلی عاقل ترینشون بود که آقا اینا فرق کردن، این ورژن دوی طالبان به چه ربطی به اون ورژن اول نداره و خب از یه طرف ورژن عوض شده بود، نوعش عوض شده بود، از یه طرف امریکا فرار کرده بود، یه جمهوری اسلامی به قول خودمون با دومش گربه که گرد میش کن. واقعیت اینه که من متوجه کرد که این دوم داره گردو نمیشکنه، داره سر خودشو میشکنه، متوجه نشده بود که از اون بر داره این دوم میاد. به هر حال هرچی هست الان ایران در یه وضعیت بسیار اسفناکی به نظر من بسیار تهدیدآمیزی قرار گرفته. طالبان هم در کوتاه مدت هم در میان مدت، حالا دراز مدت هممون مردیم، یه تهدید برای ایران، یه تهدید جدیه، هم سر مسئله آب و هم سر مسئله سرزمین و مرز. مسئله آب بسیار بسیار تهدید مهمیه علیه ایران. ما هیرمند داریم و یه سیستان اون وسط، خب اونا هم آب میخوان، سیستان هم میخوان، ما 400 هزار سیستانی داریم که هم اکنون تشنه است. سیستان هنو هم اکنون زمیناش ترک خورده تو مثل چاه شده، زیر زمین هم هرچی آب بوده کشیدیم بیرون. ما زندگی 400 هزار ایرانی نه فقط دوتا مرزبان الان رو خطه. واقعا اگر طالبان بمونه به هیرمند نیاد آبش طرف ایران، حتی 30-40% نیاد، حتی 20% هم کافی نقد بود که بیاد، یا 25% که متاسفانه زمان شاه مطرح شد که 25% کافیه، دیگه کافی نیست. حالا کار ندارم، نکته که من دارم اینه که این مشکلیه که بالاخره گریبان ما رو خواهد گرفت. مسئله آب سیستان، یا باید تمام سیستان ما کوچ بدیم بیاییم جاهای دیگه به اونجا رو خرابه کنیم، یا اگر قرار سیستانی داشته باشیم اونم قلب تاریخ ایرانه، سیستان رستم و زال و از این حرفا، خب نمیشه به این سادگی اونجا رو ول کرد. و بنابراین در تحلیل نهایی دعوا با طالبان
اجتناب ناپذیره. مشکل ایران با افغانستان سوای اینکه چقدر فکر کنیم برادرایمان، خواهرایمان، اولا طالبان نه خواهر و نه برادر که دشمنه، و مردم افغانستان هم باشون دشمنی نداریم، ولی فعلا دست این دیوونه هان. و متاسفانه باید بگم که من اعتقاد دارم این طالبان سرش دیپلماسی سرش نمیشه. تنها چیزی که سرش میشه، من یه چیزی بهش میگم زیپلماسی. زیپلماسی اینه دهن رو زیپ میکنی بعد بهش میگی این کارو میکنی. ولی جمهوری اسلامی هر روزم نفهمیده که همون کار رو که با طالبان باید بکنه که امریکا با خودش کرد. امریکا با جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ زیپلماسی. زیپ میکنه دهنشونو بعد برجام به اینا تحمیل میکنه. برحال بستم خدمت. جناب دکتر جلدی عزیز، بفرمایید که در این اتفاق یا در این واقعه، در این تنش‌هایی که ما شاهدش هستیم، برد به نظر شما با کیست و اینجا چه کسی بازنده اصلی است؟ من اگه اجازه بفرمایید، به من با اجازه شما میخوام سوال رو یه مقدار بازترش بکنم. ما خب سوال یه مقدار بگونه این رو باز تعریف بکنم که بیننده های جوان این برنامه، خصوص اونایی که دورهای فوق لیسانس و دکترای روابط بین الملل یا علوم سیاسی یا مطالعات جهانی رو در ایران میخونن، که همینجا هم من واقعا از روی دور فوت شدن آقای دکتر اقبال رو به همه دانشجویان ایشون و واقعا به جامعه علمی حقوق و علوم سیاسی در ایران تسلیت عرض میکنم. و هم وجود آقای دکتر اقبال یک نعمتی بود برای اون جامعه و دانشجویان و مدیران بسیار برجسته‌ای رو برای مملکت ایرانشون پرورش داد. من میخوام به گونه این رو نگاه بکنم که همه چیز سفید و سیاه نیست، یا پاسخ مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک این گونه نیست که شما مثلا برید در یه مغازه خرید بخواید بکنید، بگید فلان جنس رو داریم، میگه آره یا میگه نه، شما دیگه آپشن دیگه ای نیست. ببینید، مسئله طالبان برای ایران، نه برای جمهوری اسلامی، یک مسئله امنیتی هست. در صحنه امنیتی این رو غالبا میگن آیا این یه مسئله امنیتی تایید شده است؟ Is it a clear threat؟ این یه clear threat هست، یعنی واقعا برای ایران وجود طالبان یک خطر هست، یک threat هست، یه threat امنیتی هست. آیا این imminent threat هست؟ یعنی آیا این خطرش همین الان، الان این خطر ممکنه همین الان خونه شما رو آتش بزنه؟ خیر، وجود طالبان imminent threat نیست، یعنی اینکه شما الان فردا باید اونجا برید جنگ رو آغاز بکنید. اما همون گونه که دکتر امیر احمدی توضیح دادن، در میان مدت و بلند مدت شما طالبان براتون یک مسئله خطر امنیتی برای امنیت ملی کشور ایران، یعنی جدای از اینکه چه کسی مدیریت کشور ایران رو بر عهده داره یا اینکه در جهان چه اتفاقاتی داره میفته، شما باید این رو برای خودتون تعریف داشته باشید که طالبان یک گروهی که شما بتونید همون گونه که پروفسور امیر احمدی توضیح دادن باشون مذاکرات دیپلماتیک انجام بدید نیستند. اصولا طالبان قابلیت انجام مذاکرات دیپلماتیک با کشورها و دولتها رو نداره، چون اصلا ساختارش متفاوته. این اصلا یک گروه گنگستریه، یک دولت یا حکومت نیست. برداشتش از حکومت، حکومت صدر اسلام اماراته، همین الانم اسمش گوشته امارات،
و عملا هم دستشو از این مسائلی که توی نقاط مختلف اتفاق میفته میشوره و میگه ما در کابل هم چه چیزی رو نگفتیم. و مثلا میرم الان این رئیس امارات مثلا فلانچه رو گوشش یه خوره میپیچونم. ولی اصلا تصوری از جهان دیپلماتیک در قرن 21 نداره. حالا وضعیت جمهوری اسلامی چی هست؟ نه وضعیت ایران، وضعیت جمهوری اسلامی چه هست؟ متاسفانه برخلاف کاری که قبل از اینکه این بگم اون نکته های دکتر امیر احمدی گفتن من تاکید بکنم، یک نکته مهم سرفصل، اگر 5 اهمیت امنیتی اول برای جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، شاید اولینش خروج نیروهای امریکایی از اطراف مرزهای ایران باشه. چون یه زمانی بود که عملا ایران توسط جمهوری اسلامی در مرزهای ایران توسط نیروهای امریکایی محاصره شده بود، هم در آذربایجان نیروهای امریکایی بودن، هم در افغانستان بودن، هم در پاکستان بودن، هم در ترکیه، هم در عراق، در عربستان و بحرین هم که اومده بودن پایگاه زده بودن. یعنی جمهوری اسلامی در محاصره نیروهای نظامی امریکا بود. خروج اینها برش یک مسئله تنفسی برای ادامه حیاتش بود. اما خروج امریکا از عراق، جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به گونه دیگری عمل کردند. تا زمانی که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدن، شما میدونید در عراق وقتی نیروهای امریکایی خارج شدن، بلافاصله نیروهای نظامی ایران از طریق گروه‌های نیابتی اون مسئله خلأ حضور نیروهای ایران رو پر کردن در اونجا و مطمئن شدن که از سمت عراق مجدداً خطری متوجه مسائل امنیت ایران نخواهد شد. با این وجود الان هنوز می‌بینید ما مسائل مشکلات متعدد داریم. در مورد افغانستان من این رو واقعا درک نمی‌کنم. این یه مسئله خیلی مهمی هست که حالا در طول تاریخ آینده نزدیک یا دور حتما این مسائل و اطلاعات در اون گزارشات شورای امنیت ملی و یا مذاکرات بیت رهبری مشخص خواهد شد که چرا تصمیم گرفته شد که همون کاری که در عراق شد در افغانستان انجام ندن. یعنی ما در افغانستان نیروی نیابتی ایرانی نداشته باشیم، اگه قرار امارات باشه ما چرا امارات هراتی درست نکنیم که در اونجا این امارات هرات مثل امارات بصره که و نجف و اشرف که تو دست نیروهای ایرانی، تو دست نیروهای ایرانی باشه، افغانیه ولی روابط بسیار نزدیک با ایران داره. ما چرا همچین کاری نکردیم؟ این یه سوالیه که واقعا نیروهای نظامی، فرماندهان ارتش و سپاه لازم از خودشون بپرسن چرا اون فرماندهان رده بالا این عمل را انجام ندادن. اینو میتونن تو جلسات خودشون از هم دیگه این سوالو بپرسن. شما چرا دقیقا کاری که تو عراق کردید تو افغانستان نکردید؟ این یک کوتاهی از سوی جمهوری اسلامیه. آیا این اسباب شکسته؟ نه، این مسائل اصلا اینا برد و شکست و این حالتایی که توی تلویزیون های معلوم الحال لندنی و ایران نشناس و یا یک عده افرادی که من نمیخوام کلمات زشت به کار ببرم، ولی انسانی که برای سه شی سنار میاد دروغ هایی میسازه که هم حیثیت ملی رو به خطر میندازه، هم مسائل امنیت ملی رو، برای سه شی سنار که یوتیوب بهش مثلا آخر ما $100 پرداخت بکنه، دروغ‌های شاخداری میسازه که و یا اصلا به گونه ای صحبت میکنه که انگار شما تو صف نونسنگکی هستی، با بغل دستید داری مسائل جهان رو حل و فصل میکنی، بعدم اون وسط یهو میگی آقا شاتر خشخاشش رو بیشتر کن، بعدم آقا ببخشید خانوم منزل آبگوشت پخته منتظر ادامه صحبت فردا شب، و بعد به شما میگه کی برده کی باخته. ولی این مسئله به این گونه نیست. حالا میرسه به مسئله این که الان باید چه کار بکنه. خیلی کارایی میتونه انجام بده که واقعا گفتگوش در عرض این 5 دقیقه و 10 دقیقه صورت نمیگیره، توسط یک نفر هم نمیشه. من میتونم به شما پیشنهادات زیادی بدم، ولی لزومت ببینید صحبت واقعی انجام دادن لزومش اینه که شما دسترسی به یه سری اطلاعات طبقه بندی شده داشته باشی که من دسترسی به اون اطلاعات طبقه بندی شده ندارم و یه سری صحبت‌های غیر مسئولانه رو نمیخوام انجام بدم.
ولی میشه خیلی صحبت‌های هیجان‌آمیز زنی چه انجام داد که الان باید جمهوری اسلامی بره چه کار بکنه. من چون اهل آتش بیاری و آتش به پا کردن و جنگ رو انداختن و صحبت‌های هیجان‌آمیز و به جای استفاده از شعور استفاده از شعار و شور و اینها نداره، اون رو محبت میکنم به یه زمانی که فرصت بیشتری باشه فقط در مورد این یه نکته حداقل برای دو ساعت صحبت بکنم. این نکته بشه باهش صحبت کرد. آقای پروفسور امیر احمدی عزیز، سال بعدی مقداری چالش برانگیز خواهد بود فکر میکنم، و اون که میدونیم که در هر نقطه از آسیا مخصوصا نزدیک به مرزهای اسرائیل باشه و خب کشورهای اسلامی همیشه اسرائیل بسیار محتاطانه و همیشه مخالف این کشورها حرف زده و سیاست خارجی خودشان برای این اساس بوده، اما از روزی که طالبان افغانستان رو حالا 60% یا نصفی یا هر چقدر تا برسای طالبان در افغانستان، اسرائیل و عربستان هیچ گونه عکس العملی نشون ندادن. دلیلشو خواستم ببینم شما میدونید چرا اسرائیل با همه کشورهای اسلامی مشکل داره بجز این طالبان؟ بله، برای که طالبان آدم اسرائیله. بذار من اینو توضیح بدم بعدم توضیح میدم. واقعا هم اینجوریه، صادقانه اینجوریه. شما اصلا نشنیدی هرگز رهبرای طالبان علیه اسرائیل حرف بزنن، برعکسش هم هست، نه اسرائیل علیه اونا حرف میزنن نه اونا علیه اسرائیل حرف میزنن. اینا یادتون باشه. در مورد عربستان قضیه زد... یعنی منظور شما اینه که جمهوری اسلامی که داره بر علیه اسرائیل صحبت میکنه واقعا با اسرائیل دشمنی داره؟ نه، حالا من کاری با الان بحث جمهوری اسلامی نیست، بحث طالبان با اسرائیل، و دارم میگم جواب سوالتون اینه که هر دو طرف، هم اسرائیل و هم طالبان، از همدیگه پشت صحنه خوششون میاد، با هم کار میکنن. این از سالها اینجوری بوده، از سال همون طالبان اول هم همین بود. حالا اون و اصلا شما خوبه که دقت بکنید، تمام این نیروهایی که مثلا القاعده بود نمیدونم، تمام اینا همیشه مشکلشون با مسلمونا بود، نه با اسرائیل و یهودیا. یه چیز یه قرارداد نانوشته بود اونجا. حالا من اون بحثو بذارم کنار. اما ببینید آقای جلدی، علت این که جمهوری اسلامی در افغانستان مثل عراق عمل نکرد خیلی حرف مهمیه. یه دلیلش اینه که افغانستان در خاورمیانه نیست، یعنی در این بر جنوب بین عربا نیست، بغل حزب الله نیست، نمیدونم اون کنار اسرائیل نیست. ببین جمهوری اسلامی سیاست امریکایی داره، ولی سیاست امریکایی لبه تیزترش طرف اسرائیله، و وقتی که به اسرائیل میرسه خاورمیانه عمده میشه. بنابراین اگر فرض کنیم طالبان ها توی فرض کنیم که اون برای اسرائیل بودن یا این برای اسرائیل بودن، جمهوری اسلامی حتما دخالت میکرد، همونجور که در سوریه دخالت کرد، در عراق دخالت کرد. نکته دوم که شاید کسی توجه نداره، حکومت طالبان به مقدار زیادی شبیه دولت جمهوری اسلامیه. یعنی شما در عراق یه حکومتی داری سکولاره، یعنی بعد از که امریکایی‌ها رفتن کشور دست سکولارها افتاد، یه دولت سکولار درست شد، بحث مذهب و حکومت اسلامی به اون معنای که جمهوری اسلامی داره نداشت. در افغانستان طالبان حکومت اسلامی به معنای ایران داره، یعنی اونجا هم حکومت اماراته. اوکی، برمیگرده به اول اسلام و داستانهای اینجوری. بنابراین یک شباهتهایی بین این دو فرم حکمرانی وجود داره که اینا رو نسبت به همدیگه کمتر حساس میکنه، مخصوصا جمهوری اسلامی رو یک جوری احساس میکنن که اینا برادراشونن، خواهراشونن. منظورم نه افغان ها، که خود طالبان ها، که اینا از خودشونن به یک شکلی، بر خودشون با زنا، بر خودشون با مردم عادی، رابطه مذهب، بر خودشون با مسائل اجتماعی و همه چیز شبیه همن تقریبا، یعنی دو تا حکمرانی خیلی شبیه هن.
و این هم یه دلیل دیگه است که جمهوری اسلامی ابا داره که پاشو توی افغانستان بذاره. به نظر من از ترس نیست، این نیست که جمهوری اسلامی از طالبان میترسه یا میترسه افغانستان یه منجلاب بشه، واقعیت این نیست. واقعیت اینه که روحانیت ایران که حاکمه اجازه نمیده نیروهای نظامی وارد این میدون بشن. یه دلیلش گفتم، عرض کردم، همینه که نیروهای نظامی از جنس طالبان نیستن در ایران، اونا از یه جنس دیگه این، ولی نیروهای روحانی از جنس طالبان هن. و بنابراین روحانیون هستن که جلوی نیروهای نظامی ما را گرفتن که یک به اصطلاح شدت و عمل به خرج بده علیه طالبان. اگه یادتون باشه همون اولین روزی که طالبان افغانستان رو گرفت و مزار شریف درش 8 نفر از نیروهای ما رو کشتن، از دیپلمات و روزنامه‌نگار و اینا، دارن برمیگردن به همون سالهای اول، نه این دوره قبل، یعنی در 1900 و نه قبل از 2001 دیگه، اون دوره اولشون حکومتشون 94-5 بود، کی بود. برحال اون موقع سپاه 30,000 نفر نیرو فرستاد سر مرز. اون موقع آقای خاتمی رئیس جمهور بود، اونی که نزاشت آقای خاتمی بود. آقای خاتمی شدیداً مخالفت کرد، رفت پیش آقای خامنه‌ای، نیروهای روحانیت رو جمع کرد علیه نیروهای نظامی و بینا گفت برگردید خونه، به شما مربوط نیست. به نیروهای نظامی نرفتن. الان روحانیتی که نمیذاره نیروهای نظامی برن، وگرنه بهتون قول میدم صفحه الان حمله کرده بود، پدرشون هم در آورده بود. ولی خب روحانیون نه در منافع روحانیت در این نیست که با طالبان در بیفته که از جنس خودشه، و همزمان نمیخواد یک جنگی اتفاق بیفته که در این جنگ نظامی ها برنده میشن، برتر میشن، قدرت تو کشور بیشتر میگیرن و نیروهای روحانی ضعیف و ضعیفتر میشن. اینا خیلی با دقت دارن این کار رو میکنن. و همین دلیل من به نیروهای نظامی میگم به نظر من در یه جایی هست که خط قرمز دارید. روحانیون دارن میگن درست، ولی شما چی؟ مردم ایران کشور به شما سپردن، سیستان بلوچستانی ها و سیستانی ها مخصوصا به خاطر آب زندگیشون به شما و به قدرت و همت شما بستگی داره. شما که نمیتونید همینجوری بدونید هرچی اون بر میگه درسته و عمل بکنید. و این خب یه واقعیتیه که وجود داره. و اما به نظر من اگه نیروهای نظامی ایران بودم میرفتم یه گوشمالی حسابی به طالبان میدادم، یعنی واقعا میزدمشون. بعدش هم اگر سر جاشون ننشستن، آدم نشدن، اون وقت همون کاری رو با افغانستان میکنن که روسیه با اوکراین کرد. یک مرز امن حاشیه رو جمع میکنم از هرات، میارمش تا هیرمند و اینا رو میگیرم، میشینم روش. بهتون قول میدم اکثریتی از مردم افغانستان هم در داخل افغانستان حمایت خواهند کرد. ولی که دعوا علیه افغانستان نیست، دعوا علیه طالبانه. هدفم باید از بین بردن طالبان باشه. در دنیا هم کسی دور و بر طالبان نمیتونه بیاد، حداقل مشخصتر نمیتونن بیان. همشون ممکنه ذره غور بزنن، ولی آخرش ایران برنده میشه. ولی خب متاسفانه همونجوری که عرض کردم الان تو ایران رهبری روحانی در کشور اینو نمیخواد، تماشات میخواد. آقای امیر احمدی عزیز، شما فکر نمی کنید که این دقیقا، حالا جناب جلی لطف میکنن در این زمینه هم نظرشون رو میدم، ولی من فکر میکنم اگر ایران وارد یک جنگی بشه، این جنگ در هر صورت جنگ طولانی فرسایشی و خانمانسوز خواهد بود. ببینید شما دارید میگید بریم بزنیم، ولی این افغانستانی که الان شما دارید میبینید، عرض کردم در اوایل عرایزم، با ارتشی وارد جنگ میشیم که دو نسل داره میجنگه، با سلاح‌های فکستنی روسی شروع کرد و الان با بال بهترین و پیشرفته ترین سلاح‌های دنیا الان در اختیار داره. آیا ایران توان یک همچین جنگی رو، حالا من نمی‌خوام از نظر قدرت، خب ایران 85 میلیون با یک کشور
افغانستان، نمیخوام به اون صورت مقایسه بکنم، آیا امکانش هست؟ میدونی که امریکا 20 سال نتونست، روسیه در اون چند سال نتونست. جناب جدی بفهم. دقیق دارم ولی میذارم آقای جدی اول صحبت کنه که نوبت ایشونه. استدام میکنم. من این نکته رو عرض بکنم. من وقتی گفتم که لازم است از شعور استفاده بشه و یک نفره من نظر نمیدم، منظورم این نبود که با طالبان نباید برخورد بشه. ولی این صحبت هایی که من میشنوم و اینها باز نشون میده که واقعا صحبت توسط کارشناسان نظامی صورت نمیگیره یا افرادی که آشنایی به این مسائل هستن. بیشتر صحبت هایی مثل همین حالتی که مثل شما فرمودید. من شنیدم در جای یک دیپلمات افغانی رو آورده بودن و او دیپلمات افغانی داشت میترساند ایرانی ها رو که شما میاد در منجلاب گرفتار میشید و بعد این خبرنگارم میگفت بله 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 ببین منم دقیقاً مثل همین میگم شما میاد تو در منجلاب. یعنی نشون میداد نه اون دیپلمات مسائل نظامی رو آگاهی داره نه این خبرنگار اصلا کارش این هست در مسائل نظامی دخالت بکنه نظر بده. این دیگه مسئله زن و زندگی و آزادی و غیر بدم و بیا اینجا غیر بدم و بریم تظاهرات بکنیم و از این حرفا نیست. این یه مسئله‌ایه که واقعا شما کارشناس احتیاج دارید. اول درگیری نظامی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با طالبان ابدا به این مفهوم نیست که یه جنگ طولانی باشه و ابدا این مقایسه غلط که میگن روسیه اتحاد جماهیر شوروی و امریکا اومدن و اونجا باختن جمهوری ایران بره در اونجا میبازه. اتحاد جماهیر شوروی و امریکا اومدن که در اونجا نیرو در خاک اونجا بذارن چون مرزی با اینا نداره و اهداف دیگری داشتن. ایران احتیاجی نداره در اونجا نیروی بذاره که جنگ فرسایشی باشه. اصولا اصلا نوع حمله به این گونه گروه ها فکر میکنن، یعنی حتی میان باز گروه تروریست طالبان رو با صدام حسین مقایسه میکنن که یه آدم رهبر ملیه که ارتش ملی داره و بعد اونجا اصلا یک اتحادیه اروپا و اتحادیه جماهیر شوروی اون زمان پشتش ایستاده و جنگ دم مرز صورت میگیره. شما درگیری با طالبان که در نقطه مرزی نباید صورت بگیره که. مثلا عرض میکنم مثلا اولا نوع حمله باید به گونه ای باشه که آی دکتر احمدین رو آشنایی دارن. شاکن آی دو نفر این ور واسن با جسته دوتا تیر بزنن اونم اون ور واسه با کلاشینکوف بزنن، مگه عهد جنگ بدر و احد شما میخواید اونجا برید واسید اینجا بزنن مرد رو طلبید که بیایید با هم جنگ بکنیم نبرد بکنیم؟ این گونه نیست. یعنی تمام نقاط اصلی فرماندهی و نقاطی که این مهماتی که شما میفرمایید که در اونجا امریکایی‌ها زیاد گذاشتن، بله گذاشتن، همه اینا رو شما میتونید مورد حمله قرار بدید. یعنی در یک حمله به صورت شاک و شاکن آ اینو فقط نیروهای نظامی متوجه میشن که منظور چی هست. من چی دارم عرض میکنم؟ نکته دوم این هست که شما در نقطه صفر مرزی که وارد درگیری نمیشید که. اصولا در اونجا شما فقط نیروهای مقاومت خودتون قرار میدید که اینها از مرز گذر نکنن و گونه ای رفتار میکنید که اینا اصلا نتونن حرکتی انجام بدن، زیر آتش توپخانه نگهشون میدارید. نیروهای طالبان که توپخانه نداره که. یعنی ببینید افرادی که میان این حرفا رو میزنن هنوز تو همون حالتی هستن که جنگ ایران و عراق هم همینجوری صحبت میکردن، از یه سنگر به سنگر دیگه صحبت میکردن. مثل ارتشیای ایران منطقه رو نگاه نمیکردن که شما در طول یک خط مرزی صحبت بکنید. اینا قهرمانیشون از یه سنگر به یه سنگر دیگه بود. همچین چیزی نیست. شما با نیروهای توپخانه چنان آتش سنگینی روی سر اینا خراب میکنید که اینا از جاشون نتونن تکون بخورن. و نکته سومی که ما نیروهای هوابرد داریم در ایران. از زمان دوران شاه ما نیروهای هوابرد داشتیم، هنوز هم ما نیروهای هوابرد داریم. یکی از بهترین نیروهای هوابرد در خاورمیانه نیروی هوابرد شیرازه. این بچه‌ها رو به راحتی میتونن برن هلیبرد بکنن روی کابل، این بچه‌ها رو پیاده بکنن.
اصلا این بچه ها حتی احتیاج ندارن که با چتر نجات پایین بیان، اینا رو سر همون خونه های اینا میتونن پایین بیارن، همون گونه ای که نیروهای امریکایی رفتن چتر بازای خودشون رو روی سر خونه بن لادن پایین آوردن، نمیدونست سر کجا در بره، و همونجا تمام رهبران اینا رو ببینید، گروه های تروریستی با یه حکومت ملی تفاوتش در اینه که شما وقتی گروه های گنگستری، گروه های تروریستی رهبرانشون رو میگیرید، ما وقتی فرار میکنه، چون اینا همه مسئله شون رهبرشونه، ولی مملکتی که ارتش ملی داره، شما حتی اگه رئیس مملکت رو بزنید نخست وزیرش جایگزینش میشه، نخست وزیر رو بزنید یکی از وزرای کابینه جایگزینش میشه، این اصلا ارتش ملی وظیفه خودش انجام میده. در افغانستان چیزی که به عنوان ارتش شما میبینید، این ارتش که تعهد حتی نه اخلاقی بلکه حتی تعهد مذهبی به این طالبان نداره، این طالبان 3 سپاه بیشتر نداره، یک سپاهش سپاهی که در سطح شهر کابل و شهرهای اصلی دیگه اینا امنیت شهری رو در دست گرفتن، یه سپاه دیگهش در منطقه پنجشیر با نیروهای مقاومت افغانستان درگیره که دائما هم با هم در حال جنگن، نیروهای احمد مسعود و نیروهای معاون سابق رئیس جمهور افغانستان که بعد از اینکه رئیس جمهور افغانستان متولد شد رسما خودشون عنوان رئیس جمهور افغانستان بر اساس قانون اساسی افغانستان معرفی کرد، و نیروی سومی داره که اینا نیروهایی هستن که به اصطلاح خودشون لباس آمریکایی رو تن ایران کردن، اینا رو بردن رژه میبرن، همین پریروز چند روز پیش بود یه رژه هم بردن، به قدر رژه اینا خنده‌آور و مسخره آمیز بود، و کسی که در کار نظامی باشه تسلیحات اینا رو نگاه میکنه واقعا میخندی، یعنی شما تسلیحات نیرو ویژه مخصوص مبارزه با مواد مخدر پلیس تهران نگاه بکنید، تجهیزاتش خیلی برجسته‌تر از تجهیزات این نیرو مخصوص طالبانی که آورده بود به اسم سپاه بدر 313 همینا رو معرفی میکنن، اینها رو به راحتی تارمار میتونن بکنن. اگر شما دیدید که در کابل مقاومتی انجام نشد و این نیروهای طالبان بدون شلیک یه گروه وارد شدن، به خاطر توطئه و خیانتیه که سیاست مداران امریکا، نه نظامیان امریکا، نسبت به ملت افغانستان انجام دادن، شهر رو تحویل طالبان دادن، طالبان هم اومدن اونجا بدون شلیک یه گلوله وارد شد. ولی اگه با این سیستم که من عرض کردم با استفاده از توپخانه در منطقه مرزی یک حمله شاکن آ به نقاط مهم استراتژیک این گروه تروریستی طالبان و هلیبورد کردن نیروهای ایرانی در کابل، یعنی شما جنگ در کابل انجام میدید نه در نقطه مرزی، اصلا تمام ختم اینا رو براشون جمع میکنید بلافاصله، و بعد هم در اونجا نیروی ایرانی نمیمونه که تو اونجا شما بخواید جنگ طولانی داشته باشید، بلافاصله تحویل نیروهای مقاومت افغانستان میدید و میایید همون گونه که دکتر امیر احمدی توضیح داده کاری که روسیه انجام داده انجام میدید، شما یک منطقه بافرزون بهش میگن در اصطلاح سیاسی، منطقه بافرزون درست میکنید، یعنی نقاطی که فارسی زبان هستن و در کنار مرز ایران هم هستن، شما از منطقه پنجشیر تا دم مرز پاکستان یه بافرزون درست میکنید، ایالاتی هست که در اختیار نیروهای مقاومت افغانستان قرار میدید، خود ملت افغانستان هم که در ایران پناهنده شده اینا همه جون بدون استثنا برمیگردن میرن در این ایالات شروع میکنن به زندگی کردن، چون هر کس دوست داره تو مملکت خودش زندگی بکنه. آقای دکتر جلی عزیز، من فکر می‌کنم جناب امیر احمدی متأسفانه نیست که قطع شدن، جناب تجریش اگه ممکنه محبت بفرمایید مجدداً ایشون رو تصویر خودشون بعد. اوکی جناب دکتر جلی، بله تا جناب پروفسور بازگردن، سوال من اینجا این هست، من البته خواهش می‌کنم آقای تجریش مدت برنامه 10 دقیقه اضافه بفرمایید لطف کنن، سوال من اینجاست، ما درست جنگ فرسایشی، البته من این نکاتی رو در دنیای مجازی و در تلویزیون ها من میشنوم، دوست دارم در این زمینه گفتگو بکنیم، با 3 میلیون ایرانی که الان در
افغانی که در ایران دارن زندگی میکنن. و خب شما هم حتما اطلاع دارید، مطلع هستید، آقای پروفسور امیر احمدی هم همچنین 100%. یک چیزی حدود به 400 هزار جوان افغانی در این مدتی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن داخل ایران اومدن. خب با 3 میلیون افغانی، 3.5 میلیون افغانی در ایران و اون جنگی که شما فرمودید، من در اینی که و مسئله بعدی برای من این خیلی جالبه. میدونید که در بین مرزهای دو کشور وقتی تنشی به وجود میاد، جناب پروفسور امیر احمدی این احتمالاً شما باید بهتر بدونید، تنشی بین دو کشور به وجود میاد، کشورهای دیگه مثلا سازمان ملل این دو کشور رو به آرامش دعوت میکنن. با وجود ما در از این دو هفته گذشته هیچ خبری که یک کشوری بیاد پادرمیانی بکنه یا در سازمان ملل آرامش از این دو کشور بخوان من نشیدم. حالا اگه شما شنیدی لطف کنید بگید، من در خدمتتون هستم جناب جدی. دکتر امیر احمدی عزیز، بله ببخشید. بله از اجازه بدید من این مسئله رو ذره باز کنم. ببینید اولا الان خب دو تا نیرو الان اونجا هستن، یه عده همونجوری که میگید ایرانو دارن میترسونن از دخالت در این مسئله، به یه عده هم دارن هی میگن نه باید نترسیم. خلاصه به صلاح یه دو تا چیز هستش، اون خارج هم یه عده هستن، بعضی هاشون دارن ناخونا رو به هم میسابن، یه عده هم پشت صحنه دارن کارایی میکنن. ما حالا کاری با اون نیرو ندارم، من دارم فقط ایران و افغانا رو میگم. ببینید اون نیروی که الان خالف یه به اصطلاح عمل شدید علیه طالبانه، عرض کردم یک نیرو درون خود جمهوری اسلامی روحانیت، این نیروه که ایادیش این بر اونور میدونن، میگن افغانستان منجلابه، که میگن طالبان فوقونوس شکست ناپذیره و اینا رو، و بعد یه نیروی دیگه در کنار ایناست که مافیای قدرت و ثروت ایرانه. اینا کسانی هن که توی دراک، تو دیلر دراک هستن، تو خشخاش و بزنس اونا هستن، توی نفت هستن، توی تجارت‌های دیگه و ساختمانسازی و اینا هستن. این دوتا نیرو، روحانیت با اون مافیا، روحانیت به خاطر اینکه گفتم یک به اصطلاح شباهت‌هایی با اون برداره و اون به اصطلاح یاد باشه نه فقط اونه، بلکه روحانیت اصولاً محافظه کاره، روحانیت همیشه محافظه، مثلا روحانی انقلابی معنی نداره، یعنی اصلا این بدترین لغته که به یه روحانی میگی که نه اصلا انقلابی یعنی چی. بنابراین روحانیت و اون مافیا به دو دلیل متفاوت مخالف هر دعوای بین ایران و طالبان هستن. خب این وسط هم یه عده آدم خیلی عضو میخوام، نیروی سومی هم هست که توجه نداره به این جریان این دعوا و این وضعیت و میاد مثالهای رو شوروی و امریکا رو و نمیدونم انگلستان و 1900 و 1800 و نمیدونم چی رو مطرح میکنه و ایران رو میترسونه. همونجوری که آقای جلدی هم گفتن، بذار من این طرف بگم. ببین شوروی اگه اونجا شکست خورد، نه فقط مرز نداشت که یک دولت کمونیستی رو وسط یه دیوونه اسلامی داشته بود، نمیشد. یعنی شما بیایی 5% جامعه افغانستان رو برداشته بودی میخواستی تعمیل کنی، خیلی مشکل بود. بنابراین اگر شوروی اونجا شکست خورد به خاطر این بود که اصلا خیلی نابجا بود جریان از نظر ایدئولوژیک و مسائل دیگه بود. امریکا اونجا شکست خورد یا افغان یا انگلستان، اینا کشورهای اشغالی بودن نه اشغالگر بودن، اینا رفته بودن توی کشوری به نام افغانستان اشغال کرده بودن، درون اون کشور علیه مردمش داشتن می جنگیدن، مردم افغانستان علیه این کشورها به عنوان نیروهای آزادی بخش مقاومت میکرد، به اینا را کنار میذاشت. و اما ایران، اولا عزیزان من افغانستان اصلا ایرانه، یعنی چی؟ یعنی ما اون کشور مال ما بود تا 167 سال پیش، اومدن به زور از ما گرفتن هرات، هیچ شهری به اندازه هرات شهر ایرانی نیست، اصلا هرات ایرانی ترین شهر دنیاست، از تهران هم ایرانی تره.
کشورا حالا کار ندارم، این بار که بیای همه این من یکیشینه برابرین مردم افغانستان شیعه هستن، تاجیک هستن، هزاره هستن، پشتونا فقط 30% هستن که الان این حکومت و حکومت قبلی دستشون بود و بعد همون که عرض کردم توی طالبان خودش چیز مهمی رو الان در دست نداره، اونم داخل ایران الان هم یک نیروی مقاومت علیه افغانستان وجود داره درون افغانستان که خیلی به ایران نزدیکه، یعنی میخوان که ایران کمک کنه، یعنی عملا دارن دعوت میکنن که ایران رو بیا. جمهوری اسلامی میگه من اگه رفتم سوریه برای این بود که منو دعوت کرد من برم، میگم خب حالا من میگیم احمد مسعود تو رو دعوت کنه ببین میری یا نه، یا اسماعیل خان تو رو دعوت میکنه ببینه میری یا نه، چه این حرفا چیه؟ نه این نیست. بنابراین میخوام بگم که یک نکته دیگه، یک نکته خیلی قوت، ببین ما 3-4 میلیون بیشتر از 4 میلیون افغانی تو ایران داریم که این افغان ها اکثرا ایرانی هن. یعنی تاجیکن، هزاره ایان، اکثر زبان فارسی بلدن، خیلی کم در اونشون پشتونی هست، یعنی این ستون پنجم ایران نمیتونه باشه، علیه ایران ستون پنجم طالبان علیه طالبان میتونه باشه. جمهوری اسلامی باید عقل داشته باشه بخش عظیمی از اینا رو بلافاصله به نظر من شهربند کنه، سرباز کنه، بیاره تو وسط جامعه بگه تو ایرانی هستی، تموم شد و رفت، یه دفعه 4 میلیون سرباز گیر بیاره، آدم درست حسابی. حالا و از طرف دیگه یک نکته خیلی مهم بگم عزیزان من، اگه شما فکر میکنید طالبان نمیدونم دیوانه است و نمیدونم تو جنگل ها مبارزه میکنه و تفاق درسته میره، من سپاه ما از اون بدتره، ما سپاه همون اصلا تمام 40 ساله داره جنگ نامنظم میکنه، فصیح که ما 40 سال جنگ نامنظم میکنه، اگه اینا جنگ منظم کردن اصلا افتخار سپاه اینه که من فرمانده بود نمیدونم مغز متفکر جنگ نامنظمم. حالا این جنگ شما چجوری 400,000 نفر نیروی جنگ نامنظم ایران در مقابل مثلا 70,000 جنگ نامنظمی جنگجوی نامنظمی طالبان شکست میخوره؟ آه این چه حرفیه؟ اگر این باشه که ما ایرونی ها باید جمع کنیم بریم، یعنی اگه ما خلیف 70,000 طالبان جمع نمیشیم بهتره جمع کنیم بریم، دیگه این همه ایرانی و ملیگرانی و وطن و نمیدونم از دفعه آشغال دیگه شارلاتان‌بازیه، مردش بیاد، حالا این لوهنجلسی ها بود فرانکفورتی ها بود مردش هم بیاد دیگه، حالا که این همه میرن این بار بخواد روی سپاه تروریست بذارن، مرد حسابی بیا حالا تو برای تروریست کن، تو برو مبارزه کن، این دشمن ها ایران هم دیگه. نکته ای که و اما آخری نکته عزیزان من، ما که نمیگیم همین یعنی فردا بریم اینا رو بزنیم، نه ببین جمهوری اسلامی باید دیپلماسی رو شروع کنه، ولی همچی که از قدم نه با طالبان، ولی که طالبان دیپلماسی نمیفهمه زیپلماسی میفهمه. در منطقه ما باید بعضی از این کشورها افغانستان، پاکستان، عربستان، امارات و قطر دیپلماسی بکنیم، اما دیپلماسی که با پاکستان میکنیم متفاوت از دیپلماسی خواهد بود که با قطر و امارات میکنیم. به قطر و امارات میگیم ما این دشمن ماست، این تهدید ماست، شما ما میخوایم بریم بزنیم، اگر شما دخالت کنید شما را میزنیم، شما فقط کافیه یه دونه پهپاد بفرستید دبی، دبی خرابه میشه، یعنی همه میرن، یه دونه بفرست برای دوحه همه میرن، کار نداره که اونا کسی نیستن، امریکا وارد نمیشه. نکته دیگه به قول میدم وارد نمیشه، نگران امریکا هم نباشید، ولی که اونم یکی بحث دیگه است که جمهوری اسلامی میگه اگه ما بریم طالبان میاد طرف امریکا، امریکا میاد طرف طالبان، باز هم داره همون بازی همیشه امریکا لولو خورخوره رو انجام میده برای ما. خب ولی با پاکستان، با پاکستان باید این مدار با دقت بیشتری چیز بکنیم، مثلا دیپلماسی کنیم، و با دنیای غرب هم باید دیپلماسی کنیم، با همه، با اروپا دیپلماسی کنیم، با امریکا دیپلماسی کنیم. یک حسنی که گریبان طالبان داره، تمام دنیا طالبان به عنوان یک تهدید امنیتی همکنون میشناسن، یعنی فقط ایران نیست که براش طالبان یه تهدید امنیتیه، برای ما بیشتره، ولی برای امریکا هم هست، برای اروپا هم هست، همین الان امریکایی‌ها سر همین طالبان یک مسئله اساسی پیدا کردن، برای اینکه طالبان به اینا قول داده بود که القاعده ایران بر نگردونه
القاعده الان تو توی افغانستانه. امریکا مجبور شد الزواهری رو در خود کابل بزنه، برای که طالبان داشته همکاری نمیکرد. برحال نکته که من دارم اینه که ما هم دیپلماسی میکنیم نه با طالبان، با نیروهای منطقه و خارج منطقه، هم با مردم افغانستان. از همه مهمترین هم نکته آخر بود، دیپلماسی میکنیم با مردم. ما میخوایم با ما بین طالبان و افغانستان یه تفاوت 180 درجه ای داریم. ما با افغانستانی ها کار نداریم، با طالبان کار داریم. همون طالبانی که به زور اومده داره این کارا رو میکنه. تازه با طالبان هم ما کاری نداشتیم اگر تهدید نبود. اگر تهدید نبود، بنابراین ما هم درون مردم افغانستان رو داریم، افغانهای داخل ایران رو داریم، سپاه جنگیده غیر منظم رو داریم، با همه اونا بعد چیز میکنیم، به اصطلاح دیپلماسی میکنیم با دنیا، و بعدم همزمان گوش میدید به کار خیلی مهمی هم که میکنیم. میگیم همه اینا که میگن افغانستان منجلابه و همه اینا میگن طالبان فلانه، بهشون میگیم شما دارید دشمن ایرانید، دارید دروغ میگید، دارید شالاتان بازیه، دارید حرف آخوندا رو میزنید. اونایی که دارن این حرفا میزنن، آقای امیری، توجه ندارن که اینا دقیقاً تو تله روحانیون کشورن، تو تله مافیای کشورن. اونان که دارن میگن افغانستان یه مردابه برا ما، باید بیاد بعد مقایسه های علکی میکنن، نمیدونم آقا امریکا توش مرداب موند، شوروی موند، چه ربطی داره به ایران؟ با قول آقا باید 900 کیلومتر مرز داریم با افغانستان، مرز 900 کیلومتر مرز داریم، اصلا چه ربطی داره به امریکا که 13,000 کیلومتر رفته بود اون بر. نه این نیست عزیزم، ما به هیچ وجه، نه فقط به طالبان که نمیبازی میشی، به تو قول میدم ظرف یه ما سپاه ما، فقط ارتش هم نه، سپاه ما به تنهایی طالبان را از کل افغانستان از بین میبره. اعتقاد دارم، اعتقاد راسخ دارم. و اون هر جام که برن یاد باشه سپاه نیروهای اونا مثل بوزن، ما هم توی نیروهای داخل کشور بوز داریم، اینا هم میرن تو کوها، اینا هم بله تو دست کم نگیرید نیروهای کشور رو. جمهوری اسلامی اکثریت نیروهای نظامیش غیر منظمن، اصلا کشور دست غیر نام ارتش غیر نامنظمه، دست نیروهای سپاس بسیج شبه نظامی های ایرانن و از این حرفا. بنابراین میخوام بگم که من اگر وقت داشتم در یه برنامه بعدی دقیق بهتون میگفتم که باید برنامه چی بشه، عرض کردم اول باید همه این کار رو بکنیم، بعد بزنیم بگیم که برو سر جات بشین، اون آبا باز کن، خودتم برو یه 50 کیلومتری اون بر مرزامون، حق نداری 50 کیلومتری مرزمون سرباز داشته باشی، بعدم به اینا میگیم اگه قبول نمیکنی بیا اوکی بگیر که زدیم. و بعدش هم که محمد آسان ها بود بلاسه یه همه سپاسگزارم جناب پروفسور امیرعملی عزیز، همچنین از دوستانی که میبینم تند و تند زیر برنامه پیام های بسیار بسیار خوب میدن. دوستانی مقدار سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم. جناب دکتر جلدی، کلام آخر با شماست. البته یکی از دوستان برای من نوشتن که آقای امیری بسیار برنامه خوبی است و من استدعا میکنم اگر ممکن است این برنامه رو در هفته چند بار تکرار کنید، چون به نقطه‌ای که وقتی بقیهش متاسفانه نیامد. و هر روی جناب دکتر جدید، کلام آخر با شما، در خدمتتون هستم. من فقط یه نکته رو میخوام اشاره بکنم که آقای دکتر امیر احمدی برجستش کردن، که اینو عزیزان به خاطر داشته باشن. اولا سیب و پرتقال مقایسه کردن با هم دیگر کار اشتباهیه. مهمترین نکته این هست که شما وقتی نیروهای ایران وارد افغانستان میشن، اصلا شما به مترجم احتیاج نداری با کسی بخوای صحبت بکنی. شما نیروهای اتحاد جماهیر رو شوروی، انگلیس، امریکا، این همه در به در دنبال مترجم زبان فارسی میگشتن یا دری که اونجا صحبت بکنی. یک. دو، نیروهای جوانان افغانستان که در خاک ایرانن از دست گروه تروریستی طالبان متواری شده اومده. اینا ضد طالبانه. آیا درشون چند تا جاسوس هم میتونه باشه؟ خب معلومه که میتونه باشه. آیا خطری میتونن ایجاد بکنن؟
خود همین نیروهای بچه های افغانستان مأمور بکنید تکلیف اینا رو روشن بکنه. اصلا شما نگران چه مسئله؟ بعد مهمترین نکته این که میگن آقا اینا مثل بز فرار میکنن میرن تو کوه. اصلا هدف ما همین باید باشه، ما باید کاری بکنیم که اینا مثل بز فرار بکنن برن تو همون تورا برا که از همونجا اومدن. و بعد شما نیروهای احمد مسعود و خود احمد مسعود و امرالله صالح معاون رئیس جمهور که الان به لحاظ قانون اساسی افغانستان ایشون الان رئیس جمهوره، نایب رئیس جمهوره ایشون الان تا انتخابات برگزار بشه، هلیبوردشون میکنید میارید در کابل با احترام میذارید در اونجا با کادر مخصوص تا نیروهای ملی افغانستان بیان کنترل شهر افغانستان رو در دست بگیرن. شما فقط کارشناسان نظامی که اونا لازم داشته باشن در اختیارشون میذارید، ما بقیه نیروها با سلام و صلوات برمیگردن منزلش. ما اصلا کاری نداریم دنبال بز مرده بخوایم بدویم. شما هدف این است که یه مش تروریست تبدیلشون بکنید به بز مرده، بفرستینشون برن تو همون کوهای تورا برا دنبال خودشون بدوند. ما بقیش دست نیروهای ملی افغانستان. خیلی سپاسگزارم از شما دو عزیز، جناب پروفسور امیر احمدی عزیز که میدونم واقعا در روز من حدود 10 ساعت ایشون برنامه لایف دارن، واقعا بسیار پرتمان، امیدوارم همیشه همجور با پرقدرت رو به جلو. جناب پروفسور امیر احمدی عزیز، همچنین جناب آقای دکتر جلی میدونم با مشغولیات بسیار زیادی که دارن محبت کردن و این ساعت رو در اختیار تلویزیون مهر ایران گذاشتن. این هم خدمتون عرض بکنم، من اگر سوالی میپرسم و نکاتی رو میگم این نظر من نیست، نظر بینندگان هست که مینویسن و من اینا رو دوست دارم از کسانی که خب در این زمینه صاحب نظر هستند لطف کنن و ما رو آگاه کنن. دقیقا فرمایش شما جناب دکتر جلی نازنین و همچنین جناب آقای پروفسور امین احمدی گرامی دقیقا اون نظریست که من دارم. ما باید اونها رو سر جای خودشون بنشونیم. اون همونطور که جناب پروفسور امیر احمدی عزیز فرمودن، اونجا پاره تن ایران بوده، هست و خواهد بود. هموطنان ما اونجا هستن، در هرات، در شهر کابل، در شهرهای دیگه همزبانان ما هستن. امیدواریم که اون روزی برسه که ما آرامش صلح رو داشته باشیم و دیگه تشنج نباشه. اگر اجازه بدید برنامه رو به پایان برسونیم. من قول به شما نمیدم جناب، اجازه بدید بله، بانو کیانا، من قول بهتون میدم که با این دو عزیز گفتگو خواهم کرد، شاید ما وقت این رو بتونیم پیدا بکنیم که در هفته دو بار با این دو عزیز گفتگو داشته باشیم. حتما اطلاع خواهم داد. سپاسگزارم از بانو شهلا عزیز، از جناب هادی نازنین، جناب آقای علی جوانمردی و دوستان دیگر، بانو تبان، آقای جم تبان و دوستان دیگری که محبت کردن در تمام طول این 1 ساعت و 35 دقیقه ما رو دنبال کردن با پیام‌های خودشون، برنامه رو هر لبه گرم تر کردن. اگر فرمایش این دو عزیز ندارند برنامه رو به انتها برسونیم تا هفته دیگه که در خدمت شما دو عزیز نازنین باشیم. مرمتون زیاد آقای جلدی، سپاسگزارم. نمانیم که این بوم و ویران کنند، همین غارت از شهر ایران کنند، نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین. به همه شما عزیزان بدرود میگم. خدای ایران نگهدار ایران و ایرانی باشه. پاینده ایران. پاینده ایران.